سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به پرونده قتل های سریالی در ایران میپردازیم پرونده قتل هایی که در سال 1375 و در تهران اتفاق افتادن خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل ها هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید خفاش شب رو خیلی ها به خاطر دارن مرد جنایتکاری که تا مدتها ترس و وحشت به جون مردم تهران انداخته بود تا جایی که زنان و دختران جرعت نمی نمیکردن به تنهایی از خون خارج بشن یا اینکه از خودروهای مسافرکش استفاده کنن. این مرد پس از ارتکاب جنایات هولناکش دستگیر و اعدام شد. اما اینکه اون چگونه به دام پلیس افتاد و چه اسراری در دستگیریش فاش شد، سالاتیه که حالا و با گذشت سالها از این ماجرا یکی از افسران این پرونده به اون پاسخ میده. سال 1375 بود. اون زمان با درجه سروانی در آگاهی غرب تهران به عنوان رئیس تجسس مشغول به کار بودم. در یکی از همون روزها بود که در جریان کشف جسد یک زن در بیابانهای غرب تهران قرار گرفتیم. با دریافت گزارش راهی محل حادثه شدیم. جسد متعلق به زن جوانی بود که قاتل اون رو آتیش زده بود. با بررسی های صورت گرفته توسط متخصصان پزشکی قانونی مشخص شد که زن جوان با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. پس از جنایت جسدش به آتیش کشیده شده. در حالی که تحقیقاتمون رو برای شناسایی قاتل یا قاتلان شروع کرده بودیم، تصورش رو هم نمی کردیم که این جنایت شروع جنایت های سریالی یک قاتل بیرحم باشه. مدتی از پیدا شدن جسد نخستین مقتول گذشته بود که از جنایتی دیگه در همون محدوده باخبر شدیم. این بار هم زنی به قتل رسیده بود و جسدش سوزانده شده بود. درست چند روز بعد از کشف جسد دوم، سومین و بعد از اون چهارمین جنازه هم در محدوده غرب تهران کشف شد. بررسی اجساد این اطمینان رو به ما داد که تمامی اونها توسط یک نفر یا اعضای یک گروه به قتل رسیدن و ما با قاتل یا قاتلان سریالی روبرو هستیم. با پیدا شدن هر جسد دقیق و وجب به وجب اطراف محلی که جسد رها شده بود رو جستجو می کردیم اما هیچ رد و سرنخی از قاتل به دست نمی اومد. ما با جنایتکاری روبرو بودیم که کاملا حرفه‌ای بود و هاش رو بدون اون که هیچ سرنخی از خودش به جا بگذاره مرتکب میشد. تمامی اجساد متعلق به زنان جوان بود. همه ای اونها بعد از اینکه با چاقو به قتل رسیده بودن، اجسادشون سوزانده شده بود. البته در این پرونده یه نکته مهم دیگه هم وجود داشت. اینکه قبل از جنایت از اونها سرقت شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند. در اون زمان همه فکرمون یافتن ردی از قاتل سریالی بود. درباره هر احتمال و هر سرنخی که پیش رومون قرار می گرفت تحقیق می کردیم و در این بین راهی معمولیت های مختلف می شدیم. یکی از روزهایی که برای تحقیق در رابطه با قاتل سریالی از پایگاه بیرون رفته بودیم، صحبتهایی به گوشمون رسید. صحبتهایی که بیشباهت به شایعه نبود. اما این صحبت ها به ما در حل این پرونده خیلی کمک کرد. این موضوع هرگز به رسانه ها و جرایت کشیده نشد و این نخستین باریه که درباره اون حرف میزنم. ماجرا از این قرار بود که اون روز هنگام تحقیق از مردم برای یافتن سرنخی از قاتل متوجه حرفایی شدیم که دهان به دهان گشته بود و به نظر میرسید شایعه باشه. اون چه شنیدیم این بود که زن جوانی از دست مرد شیطان صفتی نجات پیدا کرده بود. طبق گفته ها زن جوونی به همراه دو فرزندش که یکی از اونها دختر دوازده ساله و دیگری پسر ده ساله بوده سوار بر خودروی پیکانی میشن. راننده پیکان بعد از طی مسافتی ناگهان تغییر مسیر میده و قصد آزار و اذیت زن جوون رو داشته. این زن تونسته از دست اون فرار کنه. اگر این گفته ها درست بود و حقیقت داشت، احتمالا راننده پیکان همون قاتل سریالی بوده که ما در تعقیبش بودیم. با این حساب ما یه شاهد داشتیم. اما این شاهد کی بود؟ چطور از دست اون فرار کرده بود؟ چطور سوار خودروی پیکان شده بود؟ و هزاران سال دیگه برای ما بدون پاسخ بود. باید زن جوون رو پیدا می کردیم. تنها سرنخی که ازش در دست داشتیم این بود که زن جوون سرایدار مدرسه بوده. به همراه یکی از همکارام راهی مدارس منطقه شدیم. ما نه اسم سرایدار رو میدونستیم و نه حتی میدونستیم چه شکلیه و چه قیافه داره. فقط میدونستیم باید در جستجوی زنی باشیم با دو فرزند که چند روز قبل از دست راننده پیکانی فرار کرده. حدود سی و مدرسه را به دنبال زن سرایدار رفتیم تا اینکه بالاخره اون رو پیدا کردیم. زن جوون که زنی بسیار معقول و موجه بود. اون در تحقیقات به من گفت ساعت حدود یازده شب بود که به همراه بچه هم سوار بر پیکان سفید رنگی شدیم. راننده پس از طی کردن مسیری ناگهان وارد بیابون شد. ترسیده بودیم. بهش گفتم چرا تغییر مسیر دادی؟ یه دفعه مرد جوون چاقویی در ورد و به طرف من گرفت. خیلی ترسیده بودیم. خواستم در ماشین رو باز کنم که متوجه شدم درهای عقب قفله. دستگیری شیشه رو هم برداشته بود. ماشین درست مثل یک زندان بود و ما داخلش گیر افتاده بودیم. بچه هم وحشت کرده بودن. خودم هم ترسیده بودم. به مرد جوون التماس می کردم که اجازه بده من و بچه هم از ماشین پیاده بشیم. مدام اسم خدا رو می آوردم و ازش کمک می خواستم. مدام می گفتم خدایا تو می من برای حفظ آبروم هر کاری می کنم پس خودت آبروم و حفظ کن. خدایا من به تو پناه می برم. یه کمی بعد مرد جوون ترمز کرد. چند متر اون طرفتر از محلی که راننده ماشین رو نگه داشته بود خونه نیمه سازی قرار داشت. یه دفعه چند مرد چوب و چماق به دست از خونه نیمه ساز بیرون اومدن و به طرف ما حمله کردن. اون موقع نمیدونستم اونا برای چی به سمت ما میان فقط میدونستم که خدا صدامو شنیده. بهترین فرصت برای فرار بود. به همین دلیل با لگت محکم به در زدم. نمیدونم چی شد دری که تا چند لحظه پیش باز نمیشد و قفل بود یه دفعه باز شد فورا بچه ها را از داخل ماشین بیرون انداختم و بعد از اونم خودم بیرون پریدم بعد از اینکه از ماشین بیرون پریدیم راننده که حسابی ترسیده بود پاشو روی گاز گذاشت و فرار کرد همون موقع یکی از مردان چماق به دست به کمک اومد اون مرد ماجره رو برام تعریف کرد و گفت چند شب قبل دوست به ساختمون زد و وسایلمون رو به سرقت برد. شنیده بودیم که سارق با یک پیکان به ساختمون دست برد زده. از اونجا که تصور میکردیم بازم دوست به ساختمون بزنه شبها چوب به دست منتظر دزدا بودیم. زمانی که خودروی پیکان رو دیدیم که اون موقع شب وارد این منطقه شد و در نزدیکی ساختمونم توقف کرد و چراغاشم خاموش شد و کسی از داخلش بیرون نیمد فکر کردیم که سرنشینان خودروی پیکان همون سارقان چند شب قبل هستن. به همین دلیل با چوب و چماق به طرف ماشین اومدیم و نمیدونستیم که ماجرا چیز دیگه ایه. مردان چماق به دست هم وقتی از زبان زن جوون شنیدن که اون گرفتار مرد شیطان صفت شده بود به اون و بچه هاش کمک کردن و اونها رو به خونه رسوندن. از زن جوون پرسیدم اگر راننده رو ببینی میتونی اونو شناسایی کنی؟ اون گفت مگه میتونم قیافه اونو فراموش کنم زن جوون بعدها در این پرونده به ما خیلی کمک کرد زمانی که متهم این پرونده رو دستگیر کردیم اون اعتراف نمی کرد از طرفی ما هم مشکوک شده بودیم که متهمی که دستگیر کردیم همون قاتل سریالی یا نه برای همین زن جوونو به اتاق شیشه بردیم تا اون رو شناسایی کنه اون با دیدن متهم اونو شناخت اما اما از شدت ترس همونجا از هوش رفت. زن جوون از دست قاتلی سریالی فرار کرده بود که نه زن و دو دختر رو بعد از آزار و اذیت به قتل رسونده و اجسادشون رو سوزونده بود. البته در اون زمانی که این زن رو شناسایی کردیم هنوز مطمئن نبودیم فردی که اون رو سوار ماشینش کرده بود همون قاتل سریالی یا نه. اما با توجه به منطقه‌ای که مرد جنایتکار تومش رو برده بود احتمال زیادی وجود داشت که راننده پیکان همون قاتلی باشه که ما در تعقیبش بودیم. پس از شنیدن حرفهای این زن سراغ همون ساختمان نیمه کاری رفتیم که زن جوون در اونجا موفق به فرار از دست مرد راننده شده بود. امیدوار بودیم که افرادی که اون شب در آن ساختمون بودن شماره پلاک خودروی متهم و یادداشت کرده باشن. به تحقیق از اونها پرداختیم. اما به دلیل اینکه هوا تاریک بود، هیچ کدوم از اونها موفق نشده بودن شماره پلاکو ببینن. با این حساب ما دوباره به سر جای قبلی برگشته بودیم اما با این تفاوت که شاهدی داشتیم که چهره قاتل احتمالی رو دیده بود و میتونست اون رو شناسایی کنه. با کمک زن جوون به چهره نگاری از مرد راننده پرداختیم و از طرفی مشخصات خودروی پیکان اون در اختیار تمامی تیمهای گشتی قرار گرفت و تحقیقات برای دستگیری این مرد ادامه داشت. از اونجایی که مرد جنایتکار تومه هاش رو بعد از ساعت ده شب سوار خود روش کرده و اونها رو قربانی می کرد به خفاش شب معروف شد. اون جنایاتش رو خیلی حرفه‌ای انجام میداد و هیچ ردی از خودش به جا نمیگذاشت. تنها شاهدی که ما داشتیم زن سرایدار و دو فرزندش بودن که به طرز معجزه آسایی از دام مرد جنایتکار متواری شده بودند. مطمئن بودیم مردی که این زن و فرزندانش رو سوار ماشین کرده و قصد آزار و اذیت زن جوان رو داشته همون قاتل تحت تعقیبه حتما میپرسید چرا چون با کمک زن جوان تقریبا مشخصات چهره قاتل سریالی رو به دست آوردیم با این اطلاعات متوجه شدیم مشخصات قاتل سریالی شباهت زیادی به یه مجرم فراری به نام مراد نادری داره مراد نادری در واقع همون رضا خوشرو بود که سال 1371 و هنگام دستگیری اسمشو تغییر داده بود. در بررسی پرونده ها متوجه شدیم که در اون سال مأموران پلیس دو مرد رو به نامهای مراد و کریم که از دختران و زنان جوان سرقت کرده و اونها رو آزار و اذیت میکردن دستگیر کرده بودند. این دو متهم در ادامه توسط تعدادی از زنان و دختران شناسایی و قرار بود برای محاکمه به دادگاه منتقل بشن اما اما مراد هنگام انتقال به دادگاه تونسته بود با فریب معموران محافظ فرار کنه. هرچند کریم همون سال به جرم آزار اذیت زنان و دختران اعدام شد اما اثری از همدستش مراد به دست نیمد. مشخصاتی که زن جوون از قاتل سریالی به ما داد شباهت زیادی به مشخصات مراد داشت و حالا مطمئن بودیم که قتلها توسط همین فرد رخ دادن. ما حدس میزدیم که مراد یا یا غلامرضا خوشرو این بار به خاطر اینکه دختران و زنان نتونن او رو شناسایی کنن و باعث دستگیریش بشن اونها رو به قتل میرسونه. تیم پنج نفری برای رسیدگی به این موضوع در آگاهی غرب تشکیل شده بود که شبانه روز منطقه غرب رو زیر نظر گرفته بودیم. جالب این که خفاش شب زمانی که با نام مراد نادری دستگیر شده بود متهم خودمون بود و اون رو میشناختیم و از همه مهمتر اونم هم ما رو میشناخت. بعدها وقتی دستگیر شد گفت با توجه به شناختی که از ما داشت زمانی که میدید ما وارد منطقه شدیم فورا از اونجا خارج میشد تا نتونیم دستگیرش کنیم یه مشکل دیگه ای که در دستگیری متهم داشتیم رنگ موهای اون بود دفعه اولی که اونو بازداشت کردیم موهاش به رنگ قرمز بود و ما هم در جستجوی مردی با موهای قرمز بودیم اما اون برای اون که شناخته نشه تغییر چهره داده بود و رنگ موهاش مشکی کرده بود چهار ماه به صورت شبانه روز دنبال اون بودیم. حتی گاهی اوقات بعد از کارو با خودروی شخصیم تو خیابون ها میگشتم تا شاید اونو پیدا کنم. تیمی که برای این کار تشکیل شده بود به صورت ویژه تحقیقات رو ادامه میداد و همه ما میخواستیم هر چه زودتر مرد جنایتکار رو به دام بندازیم. شاید این تعصب ما برای دستگیری اون به خاطر صحنه دلخراش دومین و سومین جنایتی بود که اون مرتکب شده بود. خفاش شب مادری به همراه دخترش رو به طرز فجی به قتل رسونده بود. بعد از اون جنایت بود که اعضای تیم هم قسم شدیم تا زمانی که اونو دستگیر نکردیم راحت نخوابیم. تحقیقات ما ادامه داشت و خفاش شب نهمین جنایتش رو هم رقم زده بود. مدت زیادی از نهمین جنایت نگذشته بود که در یکی از همون شبها یکی از افسران اداره ما که برای استراحت به خونش در منطقه باخچه پونک میرفت از پنجره ی خونش متوجه مرد جوونی میشه که کنار پیکان سفید رنگی ایستاده بود. از اونجایی که در اون منطقه مردم همدیگر رو میشناسن، افسر ما متوجه میشه که مرد جوان غریب است و حدس میزنه که قصد سرقت خود رو, رو, داره. و همین دلیل بهش مشکوک میشه و سراغش میره. متهم به افسر ما میگه که منتظر دوستشه و نمیدونه پیکان سفید رنگ متعلق به چه کسیه. اما چهره مشکوک و رفتارش زن معمور ما رو برمیانگیزه. در همین حین گشت بسیج سر میرسه و مرد جوون رو به عنوان مزنون به سرقت بازداشت میکنن. از مرد جوون تحقیقات صورت میگیره و از اونجایی که هیچ مدرکی از سرقت به دست نمیاد اون رو آزاد میکنن. یک ساعت بعد از این ماجرا مرد جوون دوباره به سراغ پیکان سفید رنگ که مقابل خونه افسر ما پارک شده بود میره. افسر ما که هنوز از پنجره کشیک میداده تا ببینه که چه کسی سراغ پیکان میره با دیدن همون مرد که دوباره سر و کلش در کنار پیکان سفید رنگ پیدا شده بود خودش رو به اون میرسونه متهم میگه سویچ ماشین رو در پارک پیدا کرده و نمیدونه ماشین برای کیه مامور ما که بهش مشکوک شده بود این بار با گشت کلانتری باغ تماس میگیره با استلام شماره پلاک خودرو مشخص میشه که خودرو سرقتیه به همین دلیل مرد جوان به اتهام سرقت خودرو دستگیر و به اداره آگاهی مرکز منتقل میشه. مرد جوون در حالی به جرم سرقت خودرو دستگیر شده بود که ما از ماجرای دستگیری اون خبر نداشتیم و تحقیقاتمون برای دستگیری قاتل سریالی همچنان ادامه داشت. شوهر زن جوونی که به همراه دخترش توسط قاتل سریالی به قتل رسیده بودن به سراغمون اومد و گفت امروز مردی با من تماس گرفت و گفت یک سری مدارک داخل پارکی در محدوده تهران پارس پیدا کرده. از نشونی های مرد میان سال متوجه شدم که مدارک متعلق به همسرمه. با قراری که با مرد تماس گیرنده گذاشتیم، مدارک رو از اون تحویل گرفتیم. اون می گفت مدارک رو زیر شمشات های داخل پارک پیدا کرده. داخل نایلونی که مدارک قرار داشت، به غیر از مدارک هویتی مقتول، مدارک دیگه ای هم کشف شد. مدارکی متعلق به مردی که مغازه مساله فروشی داشت. بارها به این موضوع فکر کردم که اگر اون مدارک به دست خانواده مقتول نمی رسید معلوم نبود پرونده خفاششم چه روندی رو طی کرد. چرا که اون مدارک به ما در حل معما خیلی کمک کرد. این موارد هیچ وقت رسانه ای نشدن. با مرد مساله فروش تماس گرفتم و ازش پرسیدم شما طی چند روز گذشته مدارکتون رو گم نکردید؟ مرد مسئله فروش گفت چند روز قبل خودروی پیکان سفید رنگم رو به سرقت بردن که مدارک شناساییم هم داخل اون بود. اما دیروز از آگاهی مرکز با من تماس گرفتن و گفتن ماشینم پیدا شده و سارق اون هم دستگیر شده. با شنیدن این خبر شکه شدم. قطعات پازل کنار هم قرار گرفته بود و سارق خودروی مرد مساله فروش احتمالا همون قاتل سریالی بود که دنبالش میگشتیم. بعدها متهم در تحقیقات گفت در سومین جنایتش قربانی تلاش زیادی برای فرار میکنه و اون با چندین ضربه چاقو زن جوون رو از پا در میاره. چون داخل ماشین به شدت خونی شده بود مرد جنایتکار خودرو رو رها میکنه و خودروی دیگه ای رو به سرقت میبره. خودروی که متعلق به مرد مساله فروش بود. فوراً با سرهنگ فرش زاده رئیس وقت آگاهی غرب تماس گرفتیم و با هماهنگی اون راهی اداره آگاهی مرکز شدیم. ما می دونستیم که سارق خودرو همون قاتلیه که زن جوون و دخترش رو به قتل رسونده. از طرفی می دونستیم که زن جوون و دخترش توسط قاتل سریالی به قتل رسیدن. با این حساب سارق خودرو همون قاتل سریالی بود که ما ها در جستجوش بودیم. به محض رسیدن به اداره آگاهی و دیدنش، اون رو شناختیم. هرچند قیافش رو تغییر داده بود، اما هنوز چهرش آشنا بود. تحقیقات رو از اون شروع کردیم، اما اون منکر جنایاتش شد. اون رو با تنها شاهد پرونده، یعنی همون زنی که از دستش فرار کرده بود، مواجه کردیم. زن جوان با دیدن متهم، اون رو شناسایی کرد. متهم این بار هم خودشو با هویت جعلی معرفی کرده بود و چون شناسنامه هم به همراه نداشت ما هویتی ازش نداشتیم تا اینکه بعدها زمانی که تصویر اون در روزنامه ها به چاپ رسید فردی با ما تماس گرفت و گفت متهم رو میشناسه اون میگفت که برادر متهم یک آرایشگاه مردانه داره و متهم گاهی به اونجا میرفت اون زمان بود که متوجه شدیم خفاش شبهای تهران مردی با نام واقعی غلام رضا خوشرو خوشرو در تحقیقات از جرایم قبلی خودش حرفی به میون نیاورد اما اثر انگشت و آشنایی قبلی که از اون داشتیم راز جنایت های سیاه قبلیش رو هم فاش کرد نه ماه تلاش ما برای دستگیری قاتلی که بیرحمانه زنان رو سوار پیکان سرقتی میکرد و بعد از آزار و اذیت با چاقو میکشت و اجسادشون رو آتیش میزد بالاخره به نتیجه رسید قلام رضا خوشرو که ابتدا منکر جنایاتش بود در نهایت به قتل نه زن و دو دختر بچه و با آتش کشیدن اجسادشون اعتراف کرد. در ادامه تحقیقات خانواده غلام رضا خوشرو رو پیدا کردیم. پدر اون مردی زحمتکش و کشاورز بود که زندگی شرافتمندانه ای داشت. قلام رضا در ده سالگی از خونه فرار میکنه و به مشهد میره. در آنجا با باند سرقتی آشنا میشه که اون رو مورد آزار و اذیت قرار داده بودن. خفاش شب جرایمش رو از سرقت شروع کرد و بعد تبدیل به قاتل سریالی شد که بیرحمانه زنان رو به قتل میرسوند. اون 22 مرداد سال 1376 به دار مجازات آویخته شد. اما من و همکارام که قسم خورده بودیم این قاتل سریالی شیطان صفت رو دستگیر کنیم هیچ وقت این پرونده رو فراموش نکردیم و نخواهیم کرد. اما سوال اینجاست. به نظر شما چرا برخی موارد این پرونده هیچ وقت رسانه ای نشدن؟ برای بررسی پرونده اسرار ناگفته قتل های زنجیری محمد بیجه بهتون پیشنهاد میکنم کنم حتما این برنامه فوقلاده رو ببینید. نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم پیروز و پایدار باشید